نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز جمعه 18 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به جایگاه ویژه 5 تن آل ابا نزد خدای متعال فرمودند: خدای عز و جل در آیه مباهله امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما را با آنکه نوادگان دختری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند را استثناءً به عنوان ابناء پیامبر اکرم معرفی کرده است. معظم الله در ادامه با اشاره به آیه تطهیر فرمودند: در این آیه هم امیرالمؤمنین علیه السلام که پسر عمو و داماد رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودند به عنوان اهل بیت پیامبر اکرم محسوب شدند که این هم از موارد استثناء بوده است. ایشان در رابطه با فضیلت سرزمین کربلا فرمودند: در روایات آمده که هیچ سرزمینی مثل زمین کربلا نیست و هیچ روزی مثل عاشورا نیست، همان گونه که امام حسن مجتبی فرمودند: لا یومک یومک یا ابا عبدالله. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: در روایات همچنین آمده که کربلا تنها سرزمینی از کره زمین است که بالاترین جایگاه را در بهشت خواهد داشت. معظم الله همچنین تاکید فرمودند: اگرچه زیارت عاشورا حدیث قدسی است و در هر جا و هر مکان می توان با خواندن آن امام حسین علیه السلام را زیارت کرد، اما برخی از علما افضل زیارت امام حسین علیه السلام را هنگام تشرف به کربلا و نزد مرقد مطهر آن حضرت زیارت عرفه دانستند و این مطلب را از برخی از روایات استفاده کردند و از جمله در این دست از روایات آمده که خدای عز و جل به زائران امام حسین در روز عرفه قبل از زائران خود در عرفات نظر و توجه می کند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله. معرفت این که این امام است، واجب الطاعه است، واجب الطاعه است، همینقدر. همه نمیدونن اینو، شیعه ها میدونن اینو، شیعه ها. بقیه مسلمینی که شیعه نیستن امام حسین امام میدونن، واجب الطاعه میدونن، نه اما اعتقاد ندارن. یعنی میدونم اگه ندارن همون اعتقادو که ندارن، چرا اعتقاد ندارن؟ نه اینکه باور دارن عمل نمی کنن، اون شیعه است که عمل نمی کنه. اما اگر باور نداره، فقط ائمه نمیدونن اینا رو. ممکن معرفت داشته باشه عمل نمی کنه. شیعه یعنی معرفت داره، امام واجب الطاعه میدونه اما عمل نمی کنه. مثل شیعه هایی که زمان خود ائمه علیهم السلام بودن، همه حرفای ائمه رو عمل نمی کردن اما امامت رو قبول داشتن. یعنی در حکم کفر، جاهلیین وقتی که مردن کافر مردن.